سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز یه ویدیو خیلی خوب داریم با هم دیگه. تاریخو خدمتتون بگم، امروز 18 مهر سال 1403 این ویدیو هم حوالی غروب داریم براتون تهیه میکنیم از منطقه 1 تهران و بهتر بگم محله صاحب قرانیه. محله بسیار بکر، خفن، خوب، لاکچری، آب و هوا بی نظیر. محله شمیرانات از اون محله ها که نفس آدم در میره. ما هر محله اگه رفتیم نفسمون در اومد توی صحبت کرده، شما بدونید که اون محله احیان نشید در بکر بودنش. چقدر هوا خوبه اینجا، همیشه عالی. خب یه محله سوپر لوکس دیگه صاحب قرانیه و هم درش مدرنیته دیده میشه، هم بافت سنتی، همه جوره خفن. خونه ها رو با هم دیگه میبینیم و محدودش رو میخوام بهتون بگم، از شمال با کاشونک، از غرب به پارک و کاخ نیاوران، از جنوب به خیابون پاسداران، از شرق به آجدانی منتهی میشه. چند تا خونه و اینا که دیدیم یه آگهی هم الان برای شما میذارم از وضعیت قیمت ها با هم دیگه ببینیم به چه شکله توی این منطقه بسیار لوکس قیمت خونه. دیگه محله ای که شما در همسایگی جایی باشید که شاهان ایران درش زندگی میکردن دیگه مشخصه دیگه قیمتش بشه شکله. این محله در همسایگی کاخ نیاوران یا صاحب قرانیه قرار داره، جایی که از زمان قاجار خب یه علاقات میمدن اینجا به قولی تفریح میکردن و کاخ صاحب قرانیه هم محل تفریح ناصرالدین شاه بود، بعدش این نیاوران دوره پهلوی و همین الانش هم خودمونی بخوام بگم کله گنده های مملکت تو همین جا دارن زندگی میکنن و خب به همین دلیل و آب و هوای بی‌نظیری که داره طبیعتاً بالاترین نرخ قیمت مسکن رو میتونه توی تهران و کل ایران داشته باشه اینجا. حالا این کوچه پس کوچه های بومبست رو نگاه بکنید، اصلا چقدر دار و درخ اینجا، چقدر سرسبزه و حالا خونه ای که دیگه تکه دیگه، حالا مطمئناً لحاظ قیمتی بسیار 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 این خونه گرون قیمت هم اصلا صاحباشون اصلا نمیفروشن. اینقدر واقعا میشه گفتش که اینجا خاصه، تو کوچه بس کوچه هاش آدم قدم میزنه چیزای عجب غریبی بشه شاید آدم میخوره. خونه های بسیار خفن، چقدر آرامش جریان داره حداقل در ظاهر قضیه. اول ویدیو من نگاه دارم فایتون بگم از همون ابتدا نتونستم ویدیو رو شروع کنم، یک حالت نگهبانی و ایست به قولی گذاشته بودن و میشه گفتش که خیلی محافظت میشه و نرخ جرم و جنایت و دزدی و همه اینا بسیار 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 اینجا پایینه و نتونستم جلوی اون نگهبان ویدیو رو بگیرم، یه 50-60 کن جلوتر ویدیو رو شروع کردم و اینکه حال خیلی تر و تمیز شیک. من واقعا فکر نمی کنم اینجا در سال بیشتر از 3-4 تا مورد جرم اتفاق بیفته، حالا این مزاحه ولی خب واقعا خیلی مراقبت داره. من خودم تا حالا اینجا تو این خیابون نیومده بودم، در گذشته اسم این خیابون گلستان بوده و الان اسمش خیابون قاسمیه که حالا جنوبی و شمالی داره. ما همینجا داریم میریم بالا دیگه ببینیم چجوری ها میشه، یه جورای شهرکتار دیگه. اینجا که قدم میزنی اصلا احساس یه خیابون عمومی بهت دست میده، کاملا مثل یه شهرک بهش میرسن تمیزی و بحث امنیتش و کلا وای به یک شهرک میده. واقعا اصلا این حسو کاملا دارم دریافت میکنم. اصلا همون ابتدای همون بازرسی هم زده بود که نمیدونم شهرک چی،
خوش آمدید و اینا، یعنی کلا انگار یک شهرکه توی منطقه یک. چقدر سکوت قرار احساس میشه توی این خیابون و چقدر میشه گفتش که چیزی بهتون بگم، واقعا احساس امنیت داره اینجا. ماشین هایی هم که اینجا پارکن دیگه کاری نرم که تو لول جهانی شد اصلا ارزشی نرشته باشن، ولی تو ایران ماشینا لوکس به حساب میان دیگه. به هر حال این تازه ماشین هایی هستش که بیرون پارک میکنن، معمولا یه دونه هم داره تو پارکینگ، اونا دیگه از ماشین های خفن تریه و اینکه تو یک لول دیگه ای مردم اینجا قرار دارن و دارن زندگی میکنن. خیلی از چهرهای معروف توی بازیگری توی ورزش اینجا دارن زندگی میکنن و خونهشون اینجا هست و حالا باقی مردم که اینجا هستن یا مالکن یا مستاجرن، به هر حال رهن و اجارش هم اینجا خیلی بالاست. خیلی شاید رهن و اجاره اینجا اندازه یک خونه، اندازه خرید یک خونه توی وسط شهر پولش بشه. باور کنید جدی دارم میگم، رهن و اجاره‌اش از وقتی مثلا می‌بینی 3-4 میلیارد تومان پول رهن فقط الان اجاره مش اضافه میشه. این همه چی بستگی به پول داره. شما الان نگاه کنید چقدر اینجا همه سرشون تو کار خودشون و زندگیشون دارن میکنن، همه چی رو برنامه. همه خیابون رو کن، شما اکثر محله‌های تهران بری به خدا قسم سر جاده پارک دعواه، کوچه تو خیابون دعوا و درگیریه سر یه جاده پارک. من خوش شما سر اینجا رو نها کنید. به هر حال آدم باید واقعیت رو بپذیره دیگه. کسایی که اجدران زندگی میکنن انقدر دغدغه های مالی بزرگ دارن که اصلا به اینجور مسائل فکر نکنن که بخوان درگیری ایجاد بکنن. برحال کوالیتی زندگی اینجا خیلی بالاست و لذت بخشه واقعا. اگر لایف استایلشون هم خوب باشه، فقط بحث پوله نباشه، لحاظ درونی روحی روانی هم ثروتمند باشن، دیگه واقعا میشه گفتش که دمشون گرم خوشبالشونه. خیلی بیشتر منظورم این که فقط بحث پول نباشه، زندگی خوبی هم داشته باشن با خانوادهشون و آرامش داشته باشن تو خونه. حالا صدا و سیمای ایران از بچگی تمام فیلم ها و سریال هایی که ساخته شد، تمام کسایی که اینجاها زندگی میکردن و وضعیت مالیشون خوب بود و جوری با ما جلوه دادن که تو خونه و زندگی و خانوادهشون هر روز جر و بحث و دعوا دارن و به این شکل برای ما تصویر سازی کردن. الان دوستانی که این فیلم و سریال رو دیدن میتونن بفهمن که من بیشتر کدوم فیلم و سریال رو دارم میگم و کاملا به این شکل بود که پولدارا رو آدمای پلید و با افکار زشت و آدم های دقل و دروغ و اینجور حرفا نشون میدادن و واقعیتش اینطور نیست، هیچ ربطی نداره. و همین تصاویری که نشون میدادن شاید خیلی باعث شد که خیلی ها مثلا در حال تبلیغات منفی علیه پولدار شدن دیگه، خیلی ها دست بکشن از تلاش کردن، خیلی ها این که بیشتر و بزرگتر تو زندگی بخوان رو گذاشتن کنار. ولی اینطور نیست. من همه چیز دارم واقعا میگم، کسایی که و هر سنی هستن واقعا خیلی خوبه که آدم تلاش بکنه برای اینکه وضعیت مالیشو بسیار بهتر و بهتر بکنه، در کنار اینکه اصلا زندگی خوبی هم بتونه از لحاظ روانی برای خودش ایجاد بکنه، به خودش برسه، به خانواده‌اش برسه. هیچ عیبی نداره، واقعا خیلی هم عالیه. همینجوری که دارم قدم میزنیم من سعی میکنم که فیلم برداری خوبی داشته باشم، بتونم درست حسابی همه جا رو بهتون نشون بدم و شما رو در جریان این محله بذارم. از این به بعد خب هوا داره تاریک میشه و یه جوری شده که ساعت
6 دیگه واقعا دیگه هوا رو به تاریکی میره، از ساعت 5 هم یواش یواش هم غروبه داره اتفاق میفته. برای همین ما ویدیوها رو میاریم در تایم ظهر و صبح و اینها، و دوباره حالا مثلا تو طول هفته یکی دو تا ویدیو بعد از ظهر رو اینا میگیریم، غیر محله بیشتر تفریحی، تا دیگه حالا خدا به خدا عمری باشه اسفند برسه، عید 1404 برسه و ویدیوها رو دوباره برسونیم به تایم بعد از ظهر. حالا این کوچه رو با هم دیگه ببینیم چقدر آرامش داره، چقدر ساکته و نونی اصلا مشخصه همه درگیر خودشونن. میشه گفتش که بهترین محله‌ای که من تا حالا ویدیو گرفتم همین صابقرانیه و این خیابون گلستان یا قاسمی هست، گلستان قدیم قاسمی جدید، و از بقیه محله‌های منطقه یک تهران خیلی بهتره. پورش هم که الان رد شد، دوتا جوانن گاز میدن برای خوشون حال میکنن. Thank you.